بارم خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه ششم ماه خلص سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز سر خط چند خبر. سرنوشت ناروشن آغاز مذاکرات صلح در دوحه، با وجود توافق بر سر طرز العمل این مذاکرات. این توافقات را در مراکز هم طالبا و هم این طرف افغانستان اینا را تایید بکنه و اعلام بشه، اعلام بشه که متاسفانه هنوز هم این اعلام نشده. برگزار نشدن هیچ نشست رسمی اعضای شورای عالی مصالحه ملی با گذشت شش ماه از امضای توافقنامه 33 عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی. در حکومت افغانستان ارادی برای تشکیل شورای عالی صلح یا آمادن صلح در حکومت اراده وجود ندارد. انتخاب های تند در برابر تاراج و نابودی وسایل دارالمعلمین در ولایت اروزگان. لکه میز چوکی هغه دفتری شان کارتاسیا هغه ټوله ورک سوي دي یا هلته مات سوي دي یا چور سوي دي. اهدای جایزه سازمان جهانی هنر به یک هنرمند افغان از ولایت هرات. و تبعیض و آزار اذیت در برابر تراجنسیتی های مسیحی در پاکستان. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای عالی مصالحه ملی می گوید که هیئت‌های مذاکره کننده صلح دو طرف در قطر توافق‌هایشان را برای آغاز مذاکرات صلح نهایی ساختند، اما این توافق‌ها در مراکز قدرت دو طرف پذیرفته نشدند. معاون دوم شورای عالی مصالحه ملی می گوید که این توافق‌ها مشکلات هم داشتند، اما تاکید می‌ورزد که هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه به دستیابی به یک راه حل سیاسی تمایل ندارند. شریف امیری گزارش می‌دهد. سرانجام پس از روزها سکوت درباره پیشرفت‌ها برای آغاز مذاکرات صلح در دوحه، شورای عالی مصالحه ملی این سکوت را می‌شکند، اما می‌گوید که متن آماده شده هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از سوی مرکزهای قدرت دو طرف رد شده. اونجا توافقات هم سر یک متن شد، ولی او مشروط بود به اینکه این توافقات را در مراکز هم طالبا و هم این طرف افغانستان اینا را تایید بکنه و اعلام بشه که متاسفانه هنوز هم این اعلام نشده. هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف به تمایل نداشتن برای دستیابی به یک توافق سیاسی نیز از سوی شورای عالی مصالحه ملی متهم میشوند. تمایل اصلیشان به حل اساسی و به یک صلح واقعی نیست. هر دو طرف دنبال بعضی فرصت هاست، هر دو طرف دنبال مشکلات است. اما وزارت دولت در امور صلح از تلاش ها برای دستیابی به یک توافق اطمینان می دهد. تا اندازه پیشرفت صورت گرفته و برای حل کامل کار جریان داره که بعد نهایی شدن و توافق جمعی بین آیت و آیت ما و جانب مقابل اعلام خواهد شد. با این همه نبود یک اجماع در افغانستان برای رسیدن به یک توافق صلح نیز به انتقاد گرفته می شود. یکی تلاش میکنه که چند سال دیگه خودم پوره کنم، یکی دیگه میگه که ولی حکومت موقت بیاد که من شامل شوم، یکی دیگه میگه که تا وقتی که هست من 20 سال پیش میرم. کجاست هماهنگی؟ پیشرفت ها در کار نهایی شدن یک متن برای آغاز مذاکرات صلح در حال مطرح می شود که پیش از این ریاست جمهوری هر گونه پیشرفت را در این روند رد کرده است. در این حال محمد اسماعیل خان از اعضای برجسته جمعیت اسلامی می گوید که حکومت با ایجاد شورای عالی مصالحه ملی و صلح مخالف است و تاکنون شورای عالی مصالحه ملی هیچ نشست رسمی با اعضای این شورا برگزار نکرده است. در این حال شمار سیاستگران کشور می گویند که اگر عبدالله عبدالله اعضای رهبری این شورا را اعلام می کرد و راه بردش پیش برده گفتگاه صلح می بود، کار هیئت گفتگو کننده صلح در دوحه با چالش روبرو نمی گردید. انیسا شهید گزارش می‌دهد. پس از آن که انتقادها از تشکیل نشدن شورای عالی مصالحه ملی بالا گرفتند، عبدالله عبدالله رئیس این شورا امروز با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین به دیدار عبدالرب رسول سیاف رفت و درباره صلح و شورای عالی مصالحه گفتگو کرد.
در همین حال این رهبر پیشین جهادی حکومت را به مخالفت با تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و تامین صلح متهم می‌سازد. گفتگو کننده ها بخش حکومت افغانستان و طالبان به نتیجه هم نمی‌رسه. اینمیست که پشت سر خود یک چیز قوی، یک تشکیل قوی که راهنمایی کنه، حمایت کنه، هدایت کنه وجود نداره، که او هدایت کننده با شورای عالی مصالحه می بود. تا فعلا متاسفانه این تشکیل نشده. در حدود 3 ماه پیش رئیس جمهور در فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد، اما عبدالله رئیس این شورا این فهرست را رد کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از سیاستگران نیز مخالفتشان را با این فرمان رئیس جمهور اعلام کردند. اگر این اعلام نمیشه، او تیم مذاکراتی که به دو هستن کدام مرجع خود بود که از او هدایت باز بگیرند؟ در داخل متاسفانه هم از شورای عالی مصالحه کمکاری های صورت گرفته و هم بعضی از جریانات سیاسی همکاری لازم را در این قسمت نکردند. سیاستگران میگویند که اگر شورای عالی مصالحه ایجاد میشد، چگونگی آغاز مذاکرات در دوحه با چالش های کنونی روبرو نمیشد. متاسفانه تا هنوز شورای عالی صلح به هر دلیل و هر عنوانی که از ساخته نشده، بناهن کار یک مقدار به مشکل رو در رو است. با آنکه 6 ماه از امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور و عبدالله برای ایجاد شورای عالی مصالحه ملی می‌گذرد، اما هنوز هم اعضای رهبری این شورا اعلام نشده است و از تشکیل این شورا خبری نیست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ثبت 167 رویداد قتل زنان در 10 ماه گذشته خبر می‌دهد. یافته‌های یک گزارش تازه این نهاد نشان می‌دهند که در سال روان میلادی نزدیک به 3480 رویداد خشونت‌آمیز در برابر زنان در کشور ثبت شدند. بر بنیاد این گزارش، هرچند رویدادهای خشونت‌آمیز در برابر زنان در 10 ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه با سال پار 11% کاهش یافتند، اما میزان خشونت‌های فیزیکی در برابر زنان افزایش یافتند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد. بر بنیاد اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر، 3477 رویداد خشونت در برابر زنان در 10 ماه گذشته ثبت شدند، که از این میان 1241 رویداد خشونت فیزیکی، که از جمله 167 رویداد آن قتل، 130 رویداد خشونت جنسی، 1120 رویداد خشونت زبانی و روانی، 601 رویداد خشونت اقتصادی و 385 رویداد خشونت آمیزی دیگر در برابر زنان ثبت شدند. نقض حقوق زنان بخصوص در ساحات روستایی با وضوع قابل دید است. در ساحات شهری نسبت به آگاهی زنان، نسبت به خاطر وجود نهادهای مدافع حقوق زنان، وجود رسانه‌ها باعث شده که سطح خشونت ها تا میزان پایین بیاید. فرزانه ادعا دارد که مریم خواهر 30 سالش از سوی همسر و خانواده همسر او 4.5 ماه پیش به قتل رسید. در مور روز بعد از یک تحقیقات، یک روز بسته تحقیقات صورت میگیره، این شوهر از این بندی میشه، شوهر خوارم بندی میشه، دوباره بعد از 40 روزی آزاد میشه. کمیسیون حقوق بشر آسیب‌های روانی ناشی از خشونت‌ها در برابر زنان را خیلی نگران کننده می‌داند و می‌گوید که در 10 ماه گذشته 26 رویداد ترک خانه، 58 رویداد فرار از خانه و 247 رویداد زخمی شدن زنان نیز در کشور ثبت شدند. یکی از دلایلی که خشونت ها چرا کاهش پیدا کردن، بحث در کنار جنگ، بحث همگیری ویروس کرونا بوده در افغانستان، که برای خانم ها خودش یک محدودیت بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر رسم و رواج های ناپسندیده و ضعف حاکمیت قانون را از عامل های اصلی خشونت ها در برابر زنان می گوید. پخش تصویرهای تاراج و نابود شدن یک دارالمعلمین در ولایت اروزگان با واکنش‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. مقام‌های محلی ولایت اروزگان می‌گویند که طالبان پس از حمله بر ولسوالی دهرآبادین ولایت، بیشتر ساختمان‌های دولتی را به شمول این دارالمعلمین نابود کردند و وسایل آنها را با خودشان بردند. اما طالبان می‌گویند که تاراج وسایل این دارالمعلمین کار اعضای این گروه نه، بل کار مردم محل است.
زهرا رحیمی در این باره گزارش تهیه کرده است. درگیری و جنگ در دهراود و روزگان این دارالمعلمین را به ویرانه مبدل کرده است. نمایندگان مردم در ولایت روزگان میگویند که گروه طالبان پس از حمله بر ولسوالی دهراود بیشتر زیرساخت‌های نظامی و غیر نظامی را در این ولسوالی نابود کردند. سوال طالبان و خپل لوټ چور او ورانکاریو پر دوام د دې ولسوالۍ د ښوونکو د روزنیز مرکز ودانی یا تر معلمینو مرکز ودانی لومړی ورانه کړې ده او بیا د دې ودانی ټول توکي چور کړي دي. دا شل 15 ورځې کېږي چې دا ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. نو موږ غوښتنه هم د طالب څخه ده هم د حکومت څخه ده چې دغه دولتي تاسیساتو باید د چور کولو مخه ونیسي. په معرب کې هغه چوکۍ هغه څه چې هغه تاسیسات چې و لکه میز چوکۍ هغه دفتري شان کارتاسیا هغه ټوله ورکسوي دي یا هلته مات سوي دي یا چور سوي دي. این دارالمعلمین یکی از این زیرساخت هاست، اما با تفاوت این که پس از تخریب شدن آن در جنگ شماری در حال تاراج وسایل این مرکز آموزشی و نابودی در و دیوار این دارایی عامه هستند. نه دو که طالبانو بزنج نه حکومت بزنج ده خاص پس د جزیان ولست رسیږي ضربه ولست رسیږي. واقعا این به این معنی است کسی خانه خود را دزدی بکنه، مال خود شخصی خود را به تاراج ببره، این تاسیسات عامل منفعه یا تاسیسات اکادمیک از طرف دولت حفظ نگهداریش تنها مسئولیتش نمی باشه و باید ملت هم مسئول حفظ و نگهداری تاسیسات عامل منفعه باشه. نابود شدن این دارایی عامه با واکنش های شماری از کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. دا ډیر د شرم زده چې دا خلک په دې خپویږي چې دا کې زمونږ الکان درس وایي، زمونږ خويندې درس وایي، زمونږ خپل اولادونه پکې درس وایي او دوی راشي مکتب چور کی. اگر هم چوکارا دوام داشته باشه واقعا مردم نگران هست، ما به سوی یک جهالت و تاریکی و یک زندگی خراب میریم. یکی از سخنگویان گروه طالبان نابود شدن ساختمان این دارالمعلمین را در درگیری ها در دهراود تایید می کند. اما دست داشتن اعضای این گروه را در تاراج وسایل این مرکز آموزشی نمی پذیرد. سازمان جهانی هنر که مقر آن در ترکیه است، جایزه ارادت به هنر سال 2020 میلادی را به عبدالصابر حسینی، یک هنرمند تراجنسیتی تئاتر در هرات داده است. این جایزه به مناسبت 25 ماه نوامبر روز جهانی منع خشونت در برابر زنان به این هنرمند که در جامعه مرد شناخته می شد اما وی خودش را زن می داند داده شده است. عبدالصابر حسینی 65 ساله از آزار به اذیت و محرومیت در جامعه شکایت دارد. او در کنار بازی در تئاتر استاد رقص نیز است و رقص را به گونه حرفه‌ای در هند فرا گرفته است. نصیر احمد صالحی در این باره گزارش فرستاده است. سازمان جهانی هنر در وبسایت خود اعلام کرده است که جایزه جهانی ارادت به هنر سال 2020 را به مناسبت روز جهانی منع خشونت در برابر زنان به عبدالصابر حسینی، یک هنرمند افغان، اهدا کرده است. این جایزه از سوی 100 داور جهانی برای عبدالصابر داده شده است. از عبدالصابر همچون هنرمند آسیب پذیر تراجنسیتی کشور یاد شده است. امسال با توجه به بیش از 50 سال فعالیت‌های فرهنگی و هنری جناب صابر حسینی به ایشان تعلق گرفت. همه سال‌های گذشته دولت ارزش به هنر قائل نشده. عبدالصابر حسینی از اینکه این جایزه را به دست آورده است خرسند است، اما میگوید که دید منفی جامعه در برابر او و آزار و اذیت برخی از مردان او را از زندگی کردن خسته ساخته است. جایزه که به من تعلق گرفته خیلی من خوشحالم و از یک نظر دیگه خیلی متاسفم که چرا جامعه ما هنرمند قدر نمی کنه و حتی من در هندوستان بودم که به این هنر میکنم دختره کالدار به سر و پا شده نمیگفته هنر به مادیات مقایسه نمیکنم. او چند بار از سوی مردان ناشناس در شهر هرات لتوکوب شده است و یک چشم خود را نیز از دست داده است. متاسفه در محیط هرات سنتی که جامعه علم و فرهنگ چرا اینا برداشت بد میکنه، حتی تیم شبه میگن آرخ سنده. خب میگم این هم هنر یه رخصونده یا چه؟ یا موا مرکش میکنم یا نکتهی که درشی میکنم نکتهی مرکش میکنم. شماری از هنرمندان تئاتر و سینما در هرات از محدودیت های اجتماعی و بیتوجهی حکومت و مردم به هنر نگران هستند. جای تاسفه، مریومیت به این واسه به وجود آمده که
بزرگای ما توجه به عرصه سینما و تئاتر نکردن. خانم ها و همین آقای صبور که بنده خدا مورد تهدید هم قرار گرفت و خب صدمه هم دید. عبدالصبور در ولسوالی گذره هرات آموزگار است. میگوید که اسمش لیلا است اما همه او را به نام عبدالصبور میشناسند. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. برای تراجنسیتی های مسیحی در شهر کراچی پاکستان یک کلیسا گشایش یافت. اعضای این اقلیت غیر مذهبی پاکستان میگویند که در جامعه بیشتر با تمسخر به آزار اذیت روبرو هستند اما اکنون در کلیسای ویژه خودشان احساس آرامش میکنند. تراجنسیتی ها کسانند که در شناسنامه و مدارک هویتی مرد شناخته شدند اما آنان خودشان را زن میدانند. در حالی که تراجنسیتی های پاکستان از چالش های گوناگون در برابر خودشان شکایت دارند، اکنون آنان میگویند که برای نخستین بار در شهر کراچی کلیسای ویژه خودشان را بازگشایی کردند. در این کلیسا تراجنسیتی ها با فکر آرام و با دور از تبعیض دیگران به مسائل مذهبیشان میپردازند. اول می خواهم بگویم هیچ کس نباید به حیث یک تراجنسیتی رنج ببرد. مردم با ما بدتر از سگ رفتار می کنند. ما حتی در خانه های خود احترام نداریم. به همین دلیل مردم با ما چونین برخورد می کنند. این تقصیر ما نیست. ما تراجنسی هستیم. خدای وجود دارد که مردم را آفریده است. برخ از آمارها نشان می دهند که شمار تراجنسیتی ها در پاکستان از 800 هزار تا 2 میلیون تن می رسند. من از اسقف کلیسای پاکستان خواستم. آنها به من میگویند که موضوعات مذهبی وجود دارد. من هنوز منتظر هستم که بشنوم این مسائل و مشکلات مذهبی در برابر ما کدامند. برخی از تراجنسیتی های مسلمان میگویند که آنها نیز در جامعه با چالش ها روبرو هستند. من یک تراجنسیتی مسلمان هستم اما دلم برای تراجنسیتی مسیحی درد دارد. بنابراین اولین کلیسای خودشان را آنان ایجاد کردند. هر هفته می آیم اما چون مسلمان هستم با آنها نمی نشینم اما از آنان پشتیبانی می کنم. تراجنسیتی ها به افراد گفته می شود که جنسیت آنان با جنسیتی که به هنگام تولد به آنها نسبت داده شده است متفاوت است. به گونه مثال در شناسنامه ها مرد شناخته شدند در حالی که خودشان را زن می دانند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. حکومت تایلند انتقال 3 ایرانی را به تهران که در یک طرح بمبگذاری مخرب در سال 2012 در آن کشور نقش داشتند تایید کرد. این تصمیم پس از رهایی یک پروفسور استرالیایی که به جاسوسی در ایران متهم است گرفته شده است. برخی از گزارش ها می رسانند که 3 ایرانی ظاهراً به خواست استرالیا در بدل یک شهروند زندانی این کشور در ایران مبادله شده است. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده میگوید که جنگ این کشور با ویروس است نه با یکدیگر. در حالی که امریکا با زمستانی دشوار همراه با همگیری کرونا روبروست، جو بایدن رئیس جمهور منتخب این کشور خواستار پایان فصل تیره شکاف در این کشور شده است. آقای بایدن در سخنرانی خود به مناسبت عید شکرگزاری از مردم این کشور خواست سنت دید و بازدید عید شکرگزاری را که به دلیل همگیری مخاطرات زیادی دارد کنار بگذارد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نمایشگاه فراورده های کشاورزی و ساخته های دستی زنان زیر نام بازار روستایی در شهر مزار شریف برگزار شده است. زنان روستانشین از 4 ولسوالی ولایت بلخ در این نمایشگاه تولیداتشان را به نمایش گذاشتند. عارف مصبی در این باره گزارش فرستاده است. این نمایشگاه از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات بلخ و برنامه توسعه اقتصاد روستایی در یک بازار ویژه بانوان در مزار شریف برگزار شده است. هدف از برنامه یا نمایشگاه به خاطر ترویج تولید محلی قریجات است. لباس های سنتی، آرایه هایی که از سوی زنان ساخته شدند، تابلوهای نقاشی و نیز فراورده های کشاورزی ولایت بلخ در اینجا به نمایش گذاشته شدند. ما مدت 7 سال میشه که کار میکنیم، در فامیل هم کمک هستیم در اقتصاد خانه دیگه، مثلا نمشروی ما مکتب میره برش کمک میکنیم. بازدید کنندگان با استقبال از راه اندازی نمایشگاه، برگزاری این نمایشگاه را در توسعه کاربار تولید کنندگان داخلی
اثرگذار میگویند. وقتی که آدم میه لذت میبره از اینکه بسیار از تولیدات ما الحمدلله امروز بومی شده و مردم ما خودشان میتونن دست به کار شوند. امیر نمایشگاه به خاطر این است که باید مسئولات داخلی کشور روش بده، رونق بده، جوانو پیشرفت بکنه. اما شماری از کسانی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند از آنچه که ناتوانی در مدیریت برگزاری این نمایشگاه میگویند انتقاد میکنند. نمایشگاه کمی از شهر دور است و در دسترس مردم به راحتی نیستم. نمایشگاه آنچنان که روز اولش است مهمانان کمتر بوده. این نمایشگاه برای 3 روز راه اندازی شده است. فدراسیون خبرنگاران ورزشی به روز پنجشنبه در کابل اعلام موجودیت کرد. شمار زیادی از خبرنگاران ورزشی که در رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی از مرکز، ولایت‌ها و بیرون از کشور فعالیت دارند، اعضای این فدراسیون گفته می‌شوند. این شمار از خبرنگاران ورزشی ادعا دارند که چند پیش یک شمار از افراد با استفاده از نام خبرنگاران ورزشی کنگرس دروغین را زیر عنوان فدراسیون خبرنگاران ورزشی برگزار کرده بودند. لیگ برتر فوتسال پایتخت تا چند روز دیگر به منظور شناسایی دو تیم قهرمان و حضور آنان در رقابت‌های قهرمانی فوتسال افغانستان برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون فوتبال کشور با ابراز رضایت از برگزاری این رقابت‌ها می‌گویند که بهترین ها این رقابت ها به تیم ملی جذب خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری آرژانتین اعلام کرد که دیاگو مارادونا استوره فوتبال دنیا در کاخ ریاست جمهوری این کشور دفن خواهد شد. از همین رو دروازه کاخ ریاست جمهوری برای افرادی که می خواهند با پیکر دیاگو مارادونا وداع کنند باز خواهد بود. با اکنون توجه کنید به چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 15 و پایین‌ترین آن -2. پکتیا فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 9 و پایین‌ترین آن -6. بلخ فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 15 و پایین‌ترین آن 5. ننگرهار فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 25 و پایین‌ترین آن 7. کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 21 و پایین‌ترین آن 4. هرات فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 17 و پایین‌ترین آن 1. و کندز فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 16 و پایین‌ترین آن 4. این بود خبرها تا این ساعت. توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتون.